سلام خوشگلای توی خونه، امروز اومدیم با یه داستان جدید در مورد یه آقا پسر با خانواده قشنگش. بریم ببینیم داستان ما امروز در ارتباط با چیه. بچه ها، یه آقا پسر، یه پسر کوچولوی خوشگل ما در کنار خانوادهش به خوبی و خوشی داشت زندگی میکرد. یه شب موقع خواب مامان باباش داشتن براش قصه میگفتن. همینجوری که داشتن قصه میگفتن و پسر کوچولو داشت به اونا نگاه میکرد، توی فکرش یه زمزمه هایی شد. مامانش همینجوری که داشت داستان های کودکانه رو برای بچه‌مون تعریف میکرد، پسر توی فکرش داشت برای خودش یه داستان دیگه رو طراحی میکرد. توی فکرش یهو دید مامان باباش بچه شدن، پسر و یه دختر کوچولو. برای خودش داستان داشت طراحی میکرد که چقدر خوب بود که مامان بابای من کوچولو بودن و من بزرگتر اونا شده بودم. یعنی من به جای مامان بابام به اونا میگفتم که چی کار کنین چی کار نکنین. بعد میتونستم برم سراغ شکلات، هر چی که دوست دارم بخورم. تو ذهن خودش گفت برای چی من نباید اینطوری باشم، کاش اینطوری بود. هر کاری که دوست داشتم و میتونستم بکنم اون موقع. تو ذهنش گفتش که به همش بازی میکردم، همه جا رو به هم میریختم، هیچ کسی هیچ چی نمیتونست به من بگه. خب بچه ها، تو این فکرها بود که ناگهان خوابش بود. تو فکرای قشنگی بود. سگو میارم توی خونه، شکلات زیاد میخورم، تلویزیون همش نگاه میکنم، که بالاخره پسر کوچولوی ما خوابید. مامانش وقتی که دید خوابش برده بلند شد، کتاب داستانو بست و یه بوسی هم ازش کرد، بهش گفت شب بخیر کوچولوی من. فردا صبح شد، یهو پسر کوچولو بلند شد، دید لباسی که تو فکرش بوده رو پوشیده. من که دیشب همچین لباسی رو نپوشیده بودم، مامان بابام کجان؟ با خوشحالی بلند شد که بره توی آشپزخونه. ناگهان دید مامان بابا شدن همون پسر کوچولو، دختر کوچولویی که خودش تو فکراش بود، آرزو کرده بود، دارن چیزای بچگونه نگاه میکنن. اصلا تعجب کرده بود. مامان بابا شدن بهش میگفتن ما داریم بازی میکنیم، بیا تو هم تلویزیون نگاه کن، باید چیکار کنیم، از اون میپرسیدن. باباش هم بهش میگفت بیا با هم دیگه بریم چیز بخوریم، بیا با هم فوتبال بازی کنیم. پسر تعجب کرد، وای این آرزوی دیشب من بود، چجوری اینا این شکلی شدن. بعد از اون رفت سراغ شکلاتا، گفت نکنه شکلاتا این باعث شده که اینا این شکلی بشن. نه ولی نه، فکر نمی کنم این اتفاق افتاده باشه، بذار آب نباتامو بردارم. آب نباتاشو که وقتی برداشت بیاره اینجا، دید مامان بابا شروع کردن به بازی کردن، بابا شده ماشین بازی میکنه. تعجب کرده بود ولی یه آن خوشحال شده بود، وای من به آرزوم رسیدم، هر کاری که دوست داشته باشم میتونم بکنم. به سگش گفت بیا تو خونه، مشکلی نداره، بیا تو خونه با هم بازی کنی. ولی سگه اومد، پاهاش کثیف بود، همه جاری کثیف کرده بود. پسره میگفت نه با پاهای کثیفت اومدیم، من اینجا رو چجوری تمیز کنم. اصلا یان یهو شوکه شده بود، وای من چجوری این سگر رو اینجوری که آوردم تو، کی اینا رو تمیز میکنه. رفت یه دونه آبو با ته برداشت آورد که اونجا رو تمیز کنه. ولی ناگهان یه صدایی شنید، بودو بودو رفت توی آشپزخونه، دید سگه نشسته داره با زبون شکلات و لیس میزنه، باباش داره قهوه و چایی رو میریزه رو زمین، سگ همه جا رو به هم ریخته، سگ همه جا رو کثیف کرده. باباش با
باباش همه جاره داره به هم میریزه. بهشون گفت نکنی، چرا داریم تصویف میکنیم، آروم باشیم، این کارا بده، درست باشین، مرتب باشین، همه جا رو کثیف کردین. اما سگه گوش نداد. ناگهان شکلاتی که روی میز بود و برداشت و خورد. بچه ها دارین میبینین گازش زده. بعد تا اومد پسر کوچولو ازش بگیره ازش فرار کرد. پسر خورد روی زمین، نمیدونست باید چیکار کنه، اصلا مونده بود، تعجب کرده بود کی حالا اینجا رو تمیز میکنه. وای کاش مامان بابام برمیگشتن، چرا اونا بچه شدن. بعد تو همین هنگ پسر کوچولو یه صدای رو شنید، رفت توی آشپزخونه، دید تمام شکلاتش رو مامانش خورده، ولی دستش رو گرفته به صورتش و دندونش درد گرفته. به مامانش میگه چرا همه شکلات رو خوردی؟ خب مسلمه دندون درد میگیری، تو نباید این کارو میکردی. پسر عصبانی شده بود، وای من چی کار کنم، شکلات ها همه رو خورده مامانم، بابام همه جا رو کثیف کرده، سگ خونه رو به هم ریخته. ناگهان از خواب پرید. بچه ها تمام این داستان ها رو داشت توی خوابش میدید، خیلی شوکه شده بود، نمیدونست از خواب پریده خوشحال باشه یا ناراحت. مامانش بلند شد، اومد توی اتاق، بهش گفت پسرم بلند شو، صبح شده، صبحانه آماده است. پسرک یه نفس عمیقی کشید و گفت آخیش همه چی خواب بوده. خیلی خوشحال بود بچه ها که اون چیزایی که توی خواب دیده بود آرزوی واقعی نشده بود براش. یادتون باشه هر چیزی جای خودش قشنگه. بکنین همه چیز برعکس میشه چی شد؟ دیدین پسر کوچولوی ما چقدر اذیت شد؟ بچه ها اینم بود داستان بعدی ما، تا یه داستان دیگه بدرود.